مهمان من یکی از موفق ترین هنرمندان ایرانی در خارج از کشور است. چندین جایزه معتبر جهانی برای هنرهای تجسمیش و جایزه مهم فستیوال فیلم ونیز برای اولین فیلم بلند داستانیش از جمله افتخارات اوست. 17 ساله بود که به اصرار خانواده‌اش برای تحصیل به امریکا رفت. اما وقتی در سال 1990 سفر کوتاه به ایران کرد، زندگیش دگرگون شد. زندگی خصوصیش تغییر کرد، شیفته ایران شد و زنان کشورش منبع الهام هنری او شدند. آیا باید انفجار خلاقیت و موفقیت‌هایش را مدیون آن سفر کوتاه باشد؟ خانم شیرین نشاط، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سفری که شما در سال 1990 بعد از 17 سال اقامت در امریکا به ایران کردید، دقیقاً چه اثری روی شما گذاشت؟ ببینین، من فکر میکنم که شما باید در نظر داشته باشین که من کسی بودم که در سن 17 سالگی به امریکا اومدم و اتفاقاً مجبور شدم که از خانوادم دور بشم به خاطر انقلابی که شد و جنگی که با عراق بود و یه حالت مرزها بسته شد. بنابراین برای من اون سفر خیلی مهمی بود، برای اینکه برگشت به خانواده‌ام بود و دیدنشون و همینطور برگشت به یک کشوری که کاملا تغییر کرده بود. بنابراین هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی برای من فوق‌العاده یه مسئله جالبی بود و یه کنجکاوی پیدا کردم. ولی اینو نمیشه خارج از کادر مسائل شخصی زندگی خودم بهش نگاه کرد. ولی دو اثر عمده اون سفر ظاهراً این بود، یکی اینکه روی خلاقیت هنری شما تاثیر عجیبی گذاشت و یکی هم که زندگی شخصیتون، در واقع شما از همسرتون جدا شدید، از همسر کره‌ایتون جدا شدید چون می‌خواستین بیشتر با ایرانی‌ها باشید بعد از اون. این دو به خصوص روی کار خلاقیت هنریتون چه بود؟ یعنی در واقع در ایران شما چی دیدید؟ اونم ایران زمان بعد از جنگ و ایرانی که خیلی همچنین به سامان نبود. بالا شما باید در نظر داشته باشین که 12 سالی که من خانواده‌مو ندیدم و خارج بودم، بیشتر با فرهنگ آمریکایی تماس داشتم و یک مقداری فاصله زیادی به وجود اومد بین من و ایرانی‌ها. تا اینکه بالاخره این سفر رفتم به ایران و همه وابستگی‌های قبل به من برگشت. علاقه‌ای که پیدا کردم این بود که چه کار بکنم که بتونم در امریکا هم این رابطه‌ها رو زنده نگه دارم. در واقع کارهای هنری من میشه گفت یک دلیلی بود برای نگه داشتن این ارتباط من با ایران، من با خانواده‌ام. ولی این اثر اونقدر قوی نبود که شما در ایران نگه داره و برنگردید. نه واقعا، به خاطر اینکه من در اون لحظه ازدواج کرده بودم و بچه داشتم و کار داشتم و اینکه زندگی من در امریکا بود واقعا و من امیدوار بودم بعد از اون هم من برگشتم چند بار و حس میکردم که ممکن بود که یه روزی من به ایران برگردم، ولی متاسفانه دیگه این اتفاق پیش نیومد و در واقع ما ایران رو در نیویورک دوباره ساختیم. ولی به نظر میرسه اون چیزی که بیشتر در کار هنری شما اثر گذاشت، یعنی نگاهتون به جامعه ایران، بیشتر زنان بود، حجاب بود و مسائلی که زنان ایران باش درگیر بودن. تمام اون فعالیت‌های ویدیویی شما و عکاسی شما بعد از اون که بسیار جایزه معتبری هم گرفتید، سوژه اصلیتون زنان بود. درسته. ببینید، چیزی که من همیشه باید به تماشاگر یادآوری بکنم اینه که هیچ کدوم از کارهای منو نمیشه نگاه کرد خارج از مسئله شخصی خود من. اینکه من زنم و من یک سوالهایی دارم به عنوان یک زن در دنیا و راجع به مملکت خودم، اجتماع ایران و اینکه یه مقداری زنهای ایرانی منو واقعا متاثر کردن. من همیشه میشه بگم که هیروهای من بودن در ایران و این یک جا از یه طرف فکر میکنم که خب کارهای من منو یه طوری کشیده به یک دیسکورسی، یک دایلاگی که خب راجع به مسائل زن در ایران، مسائل اجتماعی و سیاسی. ولی من نه متخصص زن هستم، نه اینکه میخوام بگم که من یک انگیزه به خصوص راجع به مسئله حجاب و یادی دارم که بیشتر از دیگران میدونم. میدونی یه مسائلیه که من در خودم
رشد دادم و دنبال یک جوابهایی هستم همین. ولی اگه از اون خارج دیده بیشتر انتظار ازش داشته باشه متاسفانه کار نمی کنه. خانم نشست، وقتی آدم نگاه میکنه به کارهای شما، کارهای عکاسی شما و ویدیوهای شما، یه حالتی مثلا فرض کن نقش حجاب، شعر، تفنگ، شمشیر و وقتی اینا رو پوستر هم میذاری با موسیقی که معمولا رو کارتون میذارید، آدم یه حالت استراب پیدا میکنه، یعنی اینگار میخواد فریاد بزنه. آیا قصدتون اینه که مردم رو مضطرب بکنید؟ ببینین، به شما یادآوری بکنم که ماها ایرانی ها در زندگیمون نمیتونیم مسئله سیاست، دین، خشونت رو از مسئله روزمره و شخصی خودمون جدا کنیم. من واقعا نه دوست دارم که زیاد نزدیک مسئله سیاسی بشم یا اجتماعی یا مسئله مذهب. من کاش که فقط میتونم یه شعر بگم و مسئله فلسفی و عرفانی رو دنبال میکردم، ولی متاسفانه همه این چیزهایی که شما گفتین مسائل هستن که در زندگی ما ایرانی ها وجود داره، نمیشه چشممون رو ببندیم. مسئله اسلحه، مسئله فشار سیاسی و مذهب و میدونی همه این چیزهایی هستن که من خودم شخصا فکر میکنم هیچ آرتیست ایرانی نتونه به یک نحوی بهش نزدیک نشه. یعنی پس با قصد این کارو میکنین؟ یعنی با قصد میخواین که بینندتون رو مضطرب بکنین؟ ببینین، کارهای من خیلی هاش راجع به انقلاب اسلامی بوده. انقلاب اسلامی چیزی بوده خارج از خشونت و کشتن و شکنجه دادن و میدونین همین امروز که ما الان اینجا نشستیم در ایران چه اتفاقی میفته، چطوری ما میتونیم مثلا بریم یک کار هنری بکنیم که به یک نحوی رابطه برقرار نکنه مسائل واقعی ایران. این یه چیز، حالا شما یا در داخل ایران باشی یا خارج از ایران باشی، از نظر روانی ذهنی این اجازه رو نمیتونی به خودت بدی که فقط بری راجع به زیبایی و میدونی مسائلی که آرتیست‌های دیگه در کشورهای دیگه میتونن نزدیک بشن. ما واقعا فکر میکنم ما به عنوان آدم های هنرمند ایرانی این روزها نمیتونیم اونطوری کار بکنیم. بسیار خیلی روشنه قصدتون و از اون نظر خیلی هم مؤثره کارتون. حالا سوال اینجاست که میخوان چه حاصلی ببرین از این؟ ببینین، من فکر میکنم که وقتی که هنرمند یک کاری میکنه منظور به خصوصی نداره که یعنی ما به نتیجه کار فکر نمی کنیم. یک ایده بهت میرسه و تو دنبال این ساختنش میری و امیدواری نتیجهش این باشه که یه مقداری تماشاچی رو تحت تاثیر بذاره، تحت تاثیر بذاره هم از نظر احساساتی و هم از نظر فکری. و این احساسات یک ایرانی و فکرهای ایرانی با تماشاگری که غربی باشه کاملا متفاوته. ولی من واقعا نه میخوام شعار بدم، نه علاقه به شعار دادن دارم، نه اینکه دنبال این هستم که وقتی کسی کار منو میبینه یه نتیجه به خصوصی بگیره. هر کسی، هر تماشاچی بعد بهش اجازه بدی که اون نحوی که اون هست، اون طوری که طرز تفکرش هست، احساسات هست، رابطه به خصوصی برقرار کنه. من کارم رو خودم رو میکنم و یه چیزی دلم میخواد دیگران درک بکنم، ولی خب خیلی ها نمیکنم، من نمیتونم اینو کنترل بکنم. خانم نشاد، از شما در به خصوص رسانه‌های غربی به عنوان یک زن فمینیست مسلمان خاورمیانه یاد میشه. اول اصلا شما فمینیست میدونی خودتون؟ ببین، این مسئله که اتفاقا با خانم شرمش پارسیپور هم خیلی صحبت کردیم، فمینیست بودن یک تیتریه که گاهی وقت آدم میترسه، برای اینکه خیلی معنی مثل غرب زده است به نظر ما. من وقتی که کسی به من میگه فمینیستی، خب البته من اعتقاد دارم به تمام کسانی که تلاش کردن برای فمینیزم و هر تحولات خوبی که اتفاق افتاده برای زنها، ولی آیا چون که من فقط با موضوع زن کار میکنم این منو فمینیست میکنه؟ من مطمئن نیستم. من فکر میکنم که زن بودن و راجع به مسائل زن تایید کردن نمیتونه نتیجتاً این باشه که ماها همه فمینیستیم. من متخصص مسائل زنها نیستم، من جواب ندارم، من فقط یه سری سوال دارم. بسیار خوب، ولی به هر حال کارهای هنری شما، بخش عمده کارهای هنری شما مسائل زنانه و شاید به همونطور که خودتون گفتین به این دلیل شما رو یه فمینیست میدونن. ولی در عین حال خانم نشاد، شما به عنوان یک زن مسلمان سکولار هم
شما رو توصیف کردن. این توصیف درستیه به نظر شما؟ ببینین یه چیزی که من دوباره میخوام به شما یادآوری کنم نظر جنسیت ما، ببینین مثلا وقتی یک مرد کاری میکنه که روی مسئله مردها تکیه داره یه دفعه نمیشه ماسکولینیست. مدونیم چرا وقتی یه زن روی مسئله زنها تکیه میکنه یه دفعه باید اون تیتر فمینیست. اینه که من مسئله دارم و اینکه آیا درسته که به من حالت سکولر مسلم نگاه میکنم؟ خیلی عالی، برای اینکه من 100% کسی هستم که مسلمان هستم و اعتقاد دارم که اسلام به اونطوری که دیده شده در غرب اشتباهه و کسانی هستن که معتقدم و اسلام و سکولر مسلم هستم و چیز خیلی خوبیه. برای من مسئله ندارم اگر اون دفینیشن کسانی که در غرب از من دارم. خب حالا اگر اینو قبول دارید میتونید توضیح بدین که یک زن مسلمان سکولار چی جور زنیه؟ ببینین من آدم مذهبی به اون صورت نیستم که شما سوالی که میکنین شاید درست نیست، برای اینکه من کسی هستم که ایرونی هم اول از همه چی و سنتی هستم یه حالتی و اسلام جزء فرهنگ من بوده، اسلام بخشی از کودکی من بوده. من اجازه نمیدم به کسی که اینو از من بدزدن. یه چیزی که من احساس افتخار میکنم اونطوری که بزرگ شدم و خاطرات خوبی دارم و نمیتونم طاقت بیارم که یه دفعه چون که من مسلمان هستم ملت به من فحش بدن یا اینو یه چیز منفی بدونم. من چیزی که بیشتر از همه دوست دارم این که من ایرونیم و ایرونی موندم و نمیخوام این از بین بره، ولی در غرب زندگی میکنم و مطمئنم که غرب بودنم هم دوست دارم، استقلالم رو دوست دارم، آزادیم رو دوست دارم. بنابراین من سعی میکنم اون بهترین اسپکت ایرونی بودن رو در خودم نگردارم و غربی بودنم و فکر میکنم هر ایرونی که در خارج زندگی میکنه سعیشو میکنه یه حالت. ولی شما گفتین که شما یک مسلمان هستید و میشه هم بودید و افتخارم میکنید به این موضوع، ولی در خانواده شما در جایی گفته بودید که شما مثلا در خانوادهتون مشروب صرف میکرد یا میخوردن و شما برای اونها دعا میگردید، یعنی در واقع شما یه خود متفاوت بودید با بقیه خانوادهتون، چون خانواده مذهبی نبودن خانواده شما؟ بودن یه مقداری خیلی زیاد، هم خانواده من مذهبی بودن. ببین من نمیدونم چطوریه، بعضی ها یه طوری به دنیا میان بزرگ میشن. مثلا من خودم هنوز نمیفهمم که کشش من به هنر چی بوده، برای اینکه تو خانواده ما هیچ وقت کسی هنرمند نبوده، هیچ وقت کسی علاقه به هنر نداشته. برای من هنوز معماست که علاقه من به هنر و مذهب از کجا اینو. مذهب خب آسان تره، برای اینکه من قزوین بزرگ شدم یه شهر کاملا مذهبی، ولی کشش من به خیلی چیزا، من خودم هنوز که اینجا نشستم نمیدونم چرا من این کسی که هستم و یه مقداری هم شاید بهتر باشه آدم جوابشو نداشته باشه. شما وقتی که بعد از سالها اقامت در امریکا به ایران رفتید اون حس مسلمانیتون بیشتر شد یا کمتر شد؟ من چیزی که خیلی دوست دارم ایمان داشتنه به یه چیزی. من شخصا فکر میکنم ایمان در زندگی خیلی به آدم کمک میکنه، برای بعضی مذهب، برای بعضی فلسفه است، ولی ماها یک آدم هایی هستیم گم شده و همیشه دنبال یک نوع اعتقاد ها هستیم که در سختی ها، در تلاشی که در زندگی میکنیم به ما کمک کنه و هر کسی که من فکر میکنم یه ایمانی داره که بهش کمک میکنی خب چرا که نه. و منم همیشه یه حالتی خودم میگردم دنبال یه چیزی هستم که منو در زندگی به من راهنمایی بکنه، برای اینکه زندگی منم زندگی آسونی نبوده. شما الان بیشتر خودتون رو یک زن ایرانی شرقی میدونین یا اینکه چون در جامعه امریکا زندگی میکنید و هنرتون رو در واقع به جوامع غربی عرضه میکنید بیشتر هر جای دیگه خودتون رو بیشتر غربی میدونید؟ والا من میتونم به راحتی بگم من نمونه کسی هستم که درست وسط شرق و غرب وایسادم. طوری که دوست دارم لباس بپوشم، طوری که زندگی میکنم،
طوری که کار میکنم، طوری که حرف میزنم که نمیتونم حتی گاهی وقتی یه کلمه انگلیسی استفاده نکنم موقعی که ما پدیده‌های جدید ایرانی هستیم که در خارج هستیم و فکر کنیم من الان بیشتر خارج زندگی کردم تا ایران، ولی دارم تلاش میکنم که خودم و شرقی بودن و خودم و ایرانی بودن و خودم رو نگه دارم و این کار آسونی نیست، ولی در واقع من هم شرقی هستم هم غربی. خانم نشاط، شما سرمه میکشید به چشمتون و اگه ناراحت نمیشید بگن که یک کمکی هم اغراق‌آمیز. این البته این به قصد ظاهرن، چون یک جایی گفته بودید که شما این سرمه رو اگه نکشید خودتون رو اوریان حس میکنید و این سرمه به شما آرامش میده. اینم بخشی از اون به اصطلاح کشفیات شما در ایران بود؟ نه واقعا، من هر وقت که فکر میکنم اونم نمیدونم از کجا این سبک که من آرایش میکنم، ولی یه چیزایی در زندگی هست که آدم وقتی که تکرار میکنه عادت بهش میکنه بهت کمک میکنه. من یه چیزایی در زندگیم هست که هر روز میکنم و این انقدر زندگی من همیشه در حال تغییر هست که یک چیزایی که تکرار میشه به من کمک میکنه، انگار که این پترنا یک این عادت ها یک نوع احساس امنیت برای من به وجود میاره که همه چی میتونه عوض بشه ولی من میتونم خودم باشم، حتی بدنن سعی کنم که اون تیپ رو در خودم نگه دارم. برای من یه چیز روانیه، واقعا یه چیز نیست که فشن باشه که من بخوام مثلا فقط زیبایی نیست، مسئله عادت و مسئله امنیت جسمیه. مثالی شما مخاطبتون کیه خانم نشاط؟ یعنی مخاطب خودتون رو بیشتر در غربی ها میدونید یا اینکه مخاطب ایرانی هم در مد نظرتون هست وقتی که مثلا اثر هنری رو تولید کنید؟ اولا به شما بگم که آرزوی هر هنرمند ایرانی اینه که اول از همه تماشاگرش ایرانی باشن، اینو از الان به شما بگم و میشه گفت که یکی از دلایل که من نزدیکتر به سینما شدم به خاطر اینکه ایرانی ها به سینما نزدیکترن تا با هنری که در گالری ها و موزه ها باشه. البته خب چون که من در خارج از ایران زندگی میکنم و کارهای من اجازه نمیدن در ایران نشون داده بشه، خب یک فاصله وجود داره که نمیشه حذف کرد، ولی من میتونم بهتون بگم که من همیشه شاد میشم وقتی که ایرانی رو میبینم یا در گالری یا در سینما که حاضرن وقتشون رو بدن که کارهای من رو ببینن. این برای من از همه مهمتره. اونطور خب میدونیم ما در فضای بین‌المللی کار میکنیم، ما کسانی که منتقدایی که کارهای ما رو واقعا راجبش مینویسن اکثرا خارجی هستن، گاهی وقتا درکش نمیکنن، گاهی وقتا خوب درکش میکنن. بنابراین تلاش ما اینه که ما در دو دنیا فهم داشته باشیم راجب کارمون، هم کسانی که در قسمت بین‌المللی در بالاترین سطح ها دارن نقد میکنن، هم خود ایرانی ها، هم دولت ایران که یه حالتی قضاوت دیگه میکنه. بنابراین ما تماشاچی ها و منتقدامون انواع اقسام هستن. سوالی، شما فیلم زنان بدون مردان رو ساختید که جایزه اول فیلم فستیوال ونیس رو هم گرفت. در این فیلم شما یه مقداری شخصیت و حداقل یکی از شخصیت های داستان رو که داستان خانم شهرنوش پارسی‌پوره خیلی سیاسی کردید، در این حال که شما در گذشته گفته بودید که اصولا آدم سیاسی نیستید، این یعنی تغییر مش در فکر شما؟ ببینین من آدم سیاسی نیستم، ولی هیچ وقت نتونستم، اگر شما به همه کارهای من نگاه کنین یا زنان خدا Woman of Allah یا ویدیوها یا همین فیلم، همیشه رابطه بوده بین یک نفر، یک انسان و دنیا، مسائل شخصی و روانی یک انسان و مسائل اجتماعی سیاسی یک دنیا. چرا؟ به خاطر اینکه من خودم از یک طرف گرفتار مسائل شخصی و دلهورگی خودم هستم در این دنیا، ولی از یک طرف نگران دنیا هستم، نگران ایران هستم، نگران ایرانی ها هستم. این رابطه یه که من همیشه دنبالشم، هم یک انسان و یک دنیا. بنابراین در این داستان من این امکان رو دیدم که از یه طرف ما دنبال بحران چهار زن هستن که در دنبال آزادی و تغییراتی در زندگیشون هستن، از یک طرف هم دنبال داستان یک مملکتی که اونها هم در بحران هستن و دنبال آزادی و دموکراسی هستن. این برای من خودش یه شعر بود.
نه اینکه من فقط بخوام مثلا یک شعار به خصوصی راجع به مصدق بدم یا اون دوره بدم. از این طرف هم گذشته از این، به نظر من برای جوانهای ایرانی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، برای نسلی که اصلا خاطره ای از دوره 1332 نداره، نه واقعا این دوره مهمه برای یادآوری کردن. همینطور برای غرب‌ها، برای غربی‌ها که یادشون رفته که ایرانی هم وجود داشت قبل از انقلاب اسلامی. و شاید به این دلیل بوده که برگشتین به اون تاریخ، اون زمان که شما در جای انتقاد کردید از امریکایی‌ها که به هر حال ما یک زمانی دموکراسی داشتیم و رهبرمون هم دوست می‌داشتیم، منتها شما اومدید و خراب کردین کارا رو. درسته، برای من که امریکایی هم هستم، یکی از مسائلی که خیلی منو همیشه ناراحت کرده بعد از سپتامبر 11 این همه بحث و صحبت شده راجع به اسلام و میدل ایست و اینها، هیچ کس واقعا زیاد بحث نمی کنه راجع به اتفاقی که در ایران افتاد در تابستان 1332 و چطوری خود دولت امریکا بود که کودتا کرد و یک نخست وزیر رو از کار بیکار کرد. و این برای من یه پدیده عجیبیه که امریکایی‌ها وقتی که نوبت خودشون میرسه انقدر خودشون رو پاک نگاه میکنن و نمیدونن که چه واقعا خودشون هم باید محکوم به حساب بکنن به خاطر اتفاقاتی که خودشون مسئول بودن. شما بعد از جریان انتخابات در ایران و پیدایش جنبشی به نام جنبش سبز، شما خودتون رو جزئی از این جنبش سبز میدونید، اینجا و اونجا هم هر جا که امکان به اصطلاح نمایش این شیوه فکرتون و حمایتتون از جنبش سبز بوده، این رو نمایش دادید جلوی دوربین و جای دیگر. الان من میبینم دستبند سبز هم تو دستتونه. یعنی الان دیگه پس شما خیلی سیاسی تر از گذشته هستید. ببینید، من هیچ وقت آدم سیاسی نبودم از این نظر که من ایدئولوژی ندارم. از نظر حمایتتون از جنبش سبز یعنی چی دقیقا؟ خب همین داشتم راجبش صحبت. من آدمی هستم که تو کارهام همیشه فقط مسائل سیاسی رو زیر سوال گذاشتم، برای اینکه من شاید جواب نداشتم و هیچ وقت علاقه نداشتم که حالت اکتیویست باشم. ولی این تابستون اتفاق خیلی متفاوتی بود. من میتونم بگم که هر جنبشی که تلاش بکنه برای پیدا کردن دموکراسی، جنبشی که باید ما حمایت کنیم. برای اینکه این مسئله ایدئولوژی سیاسی نیست، این مسئله که همه انسان‌ها باید در زندگی دموکراسی داشته باشن. و من وقتی که این جوان‌ها رو دیدم در ایران این کارو کردن، زندگی خودشون رو ریسک کردن برای همه ما ایرانی‌ها، مثلا فکر کنید من خودم به خاطر تلاش اونها شاید یه روزی بتونم به راحتی به ایران برگردم، خب این قابل حمایته. و من متوجه شدم که برای اولین بار اونا به من احتیاج دارن، به صدای من، به کمک من احتیاج دارن. و این بود که من با حالتهای کوچیکی که تونستم دارم حمایت خودم رو نشون میدم. ولی خارج از اون من نه اهل شعار دادنم، نه اینکه میخوام وارد مسئله ایدئولوژی بشم. ولی اگر که در زمانی لازم باشه که شما یه مقداری فعالتر وارد این جریانات سیاسی بشید، شما در خودتون اینو میبینید که اون وقت تا حدودی هنرتون رو فدا بکنید برای فعالیت سیاسی؟ من کار خودم رو نمیتونم عوض کنم. من طرز بیان حرفم حرفی نیست که هیچ وقت بتونه مستقیما راجع به مسائل سیاسی. من شاعرم، شاعری هستم که فقط با متافور و با بیان شاعرانه میتونم حرفم بزنم. و من نه فیلم مستند میتونم بسازم، نه کاری میتونم بکنم که علنا با موضوع روبرو میشه. این سبک نیست که من بکنم. و امیدوارم که تا اونجایی که میتونم همیشه کارهام، به جای که من خودم حرف بزنم، کارهام صحبت بکنم. و به نظر من کار هنری که آخر سر سالها بعد از اینکه ما از بین بریم زنده خواهد بود، کاری هست که فقط رابطه برقرار نکنه با این زمانی که الان ما هستیم، کار جهانی باشه و کاری که از زمان به خصوص رد بشه. و من میخوام یه کاری باشم که نه فقط برای ایرانی ها ارزش داشته باشه، برای همه دنیا، و پیامش پیامی باشه که پیام جهانی داشته باشه، در همون زمان، همون حالیتی که میخوام برای ایرانی ها معنی داشته باشه. بنابراین من آدمی نیستم که بتونم یه کار مستقیما سیاسی درست بکنم. شما این آخرین فیلمتون، در واقع اولین فیلم بلند داستانیتون که بسیار هم موفق بود،
فیلم زنان بدون مردان. شما گفتین شما یک شاعرید، تا چه حد از نقطه نظر بیان هنریتون در این فیلم از اون شاعر بودن خودتون راضی هستید؟ ولی من الان که نگاه میکنم به این داستان متوجه میشم که چقدر این فیلم ایرونیه در طرز بیانش. یعنی حتی وقتی که به مسائل سیاسی نزدیک میشه، حتی اونم یه حالت شاعرانه بیان میشه. این حالتی که ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که به حقیقت زیاد نزدیک بشه. و این من از این خیلی راضی هستم. فیلم پر اشتباهیه، میدونی، فیلمیه که در تلاش پیدا کردن زبان خودشه، نه شباهت فیلم‌های ایرانیه، نه شبیه فیلم‌های ایرانیه، نه شبیه فیلم‌های خارجیه، نه هنر کاملا اونطوری که بشه تصویریه، نه سینمای واقعیه. میدونی یه چیزی که وسط همه چیزا هست و نمیشد که کامل کامل باشه. یه ریسکی بود که ما بالاخره برداشتیم، ولی چیزی که من راضی هستم اینه که واقعا استایل خودش رو پیدا کرده و اون استایل ایرانیه. خیلی متشکرم خانم شیرین نشاط از شرکتتون در برنامه. به بار دیگه ممنون از شما. متشکرم.